چگونه به پرسنل این موضوع مطرح کنیم؟ بهش بگیم انقدر تعداد سهم بهت میدیم، مثل ویدیوی قبلی که من گفتم 2000 سهم، یا بگیم انقدر درصد شرکت رو بهت میدیم که تا همون ویدیوی قبلی این درصد میشد 2%، 2000 سهم از 100000 سهم. کدوم اینا بهترن؟ هر کدوم چه مزایایی دارن، چه معایبی دارن؟ قطعاً این قسمت دلار بهتره. دلار که میگم یعنی چی؟ یعنی ارزش سهم یا تعداد سهمی که بهش اعطا میشه. تاکید کردن به این موضوع که شما 2000 تا سهم داری میگیری که فعلا 20000 تومان ارزش داره، البته قیمتش 30000 تومان بود دیگه، با تخفیف به پرسنل 2000 تومان 20000 تومان اعطا میشد و به مرور زمان که قیمتش افزایش پیدا کنه، گین شما هم در اثر خرید این سهم به قیمت ثابت در واقع افزایش پیدا خواهد کرد. یه راه دیگه اینه که بگیم به 2% میدیم. واقعیت اینه که بستگی به عوامل متعددی داره. یه مثال براتون بزنم که شروع بحث تو این نقطه باشه. خاطرم هست یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ایران که محیط کاری خیلی خوب و جذابی داره و من باشون همکاری می‌کردم مدت‌ها و الانم هنوز هستم، شرکت رهنما که من مشاور در واقع شرکت سرمایه‌گذاری رهنما هستم، مدیر منابع انسانیش آقای شهرمیانی اوایل که به رهنما ملحق شده بودم از من خواست که اگر دوستانی تابستون بود، گفتن اون دوستانی از من بچهای دوران لیسانس که تابستون ممکنه ایران برگردن و توی استارتاپ های خوب دنیا کار میکنن رو بهشون معرفی کنم که یه سری سوالات در مورد محیط منابع انسانی اون شرکتی که این فرد کار میکنه ازش بپرسن. و تو اون تابستون چند تا از دوستان من اومدن، خصوصا یک کدومشون که از مدیران میانی گوگل بود و یه سری نکات گفت که برای HR شرکت رهنما جذاب بود، و یکی دیگه دوستان که برنامه نویس یا دیولوپر بود در شرکت فیسبوک. و یه نکته خیلی جذاب توی صحبت این دوستمون که از فیسبوک مهمان ما بود در رهنما من خاطرم مونده تو این مورد، چند تا از سوالاتی که ازش پرسیده شد، یه جلسه طولانی 3-4 ساعته بود در مورد همین بحث استاک آپشن بود، و وقتی که این بحث بهشون مطرح شد فرض کنید ایشون گفتش که من آره من 278 تا سهم بهم اعطا شده یا مثلا اختیار خریدش اعطا شده، اونش حالا خیلی مهم نیست. بعد من چون ذهنیتم خیلی درصدی هستش هم ما پرسیدم خب فلانی میشه چند درصد؟ ایشون از دوستان ما بود که توی شریف کامپیوتر میخوند، قبلش المپیاد کامپیوتر بود، آدمی که خیلی اهل دو تا چهار تا و عدد و رقم و ذهنی حساب کردن بود، اما یه نگاهی به من کرد گفت والله نمیدونم تا حالا حساب نکردم. چرا؟ چون شرکت فیسبوک انقدر شرکت بالغی بوده و شرکتی بوده که نقد بوده سهامش، چون سهامی عامه و قیمتش تو تابلو بورس خورده و هر موقع اراده کنی شما سهامتو میتونی به همون قیمت بفروشی و ظرف یکی دو روز پول نقد به حساب بانکیت بیاد، که برای فرد اصلا مهم نبوده چند درصد داره، چون اگه درصد حساب میگرد احتمالا دپرس میشد دیگه، میشده احتمالا 0.0000 مثلا 278 درصد. خب این درصد خیلی درصد کمی بوده میانه در واقع سهام خیلی زیادی که فیسبوک دارن، سهامشون اونایی که تو بورس میرن معمولا تعداد سهم میلیاردیه، ولی برای ایشون مهم نبود. چرا؟ چون همون چیزی که من همیشه میگم، ما بچه که بودیم خودروهای مرسوم در کشور مثلا سال 72 70 71 دو خاطرم هست، خب مرسوم ترین خودرو که قوت قالب مردم بود پیکان بود و همچنین پژو 405 جی ال و جی ال ایکس، و خب یه سری خودروهای امریکایی هم وجود داشتن مثل بویوک و شورلت، و خاطرم هست وقتی یکی می‌خواست به در واقع خودرو بخره اون خودروها شاید راحت‌تر بودن و قدرت موتور بیشتری داشتن، ولی همیشه یه استدلالی که به اشخاص میگفتن پیکان بخریم بود که میگفتن مثل پول نقد میمونه، سر کوچه این بری میفروشیش، و وقتی اون سهام برای شما سهام فیسبوک باشه مثل پول نقد باشه سر کوچه بفروشین، یا تو همین ایران خودمون سهام اون چند تا استارتاپ خیلی قدیمی موفق باشه که در شرف ورود به بورس هستن، دیگه درصد خیلی مهم نیستش، تعداد سهم مهمه، دلار ولیوش مهمه. ولی وقتی شرکت ارلی استیج، همون شرکتی که در شتاب دهنده که خدمتون عرض کردم مستقره، اینجا دیگه چیزی که مهمه درصد خواهد بودش. چرا؟ چون دیگه برای فرد 2000 سهم، شما یه شرکتی همین الان تأسیس کردید بگید 2000 سهم، میگم خب اوکی حالا سهمشو کی داده کی گرفته، چند درصد شرکت میشه. با این مقدمه تقریبا همه مطالبی که باید گفتم تو این زمینه، یک مروری ولی با هم دیگه بکنیم. درصد خب بیانش این میشه دیگه، ما به شما در واقع اختیار خرید سهامی معادل مثلا 0.5% سهام شرکت رو اعطا میکنیم.
توی ارلی استیج و مراحل اولیه همچنان که عرض کردم تنها راه تعامل با پرسونل سر استاک آپشن همینه، چون شرکت ارزش گذاری نداره که بگیم آقا به تو اینقدر تعداد سهم به این قیمت با این ارزش گذاری خواهیم داد. برای پرسونل یه خورده سخته که بپذیرن درصد رو. اینجا گفته توی این در واقع موضوع گفته hard for employees، من میخوام بگم که very hard, very very hard, significantly hard، خیلی سخته. دلیلش هم اینه که من بارها دیدم اعطای استاک آپشن تو مراحل اولیه شده مصداق از قضا سرکنگبین، صفرا و زود، یعنی به جای اینکه اثر مثبت بذاره اثر معکوس گذاشته. یعنی اون فرض کنید مدیر فنی که استخدام کرده بودن مراحل اولیه رشد شرکت بوده داشته کار خودشو میکرده، باش استاک آپشن رو مطرح میکنن، دوست داری بهت استاک آپشن بدیم، همه اون مزایایی هم که تا الان گفتیم به فرد گفته میشه، فرد خیلی خوشحال میشه، هیجان زده میشه که چقدر خوب و اینها. بعد که باش عدد گفته میشه، مثلا عدد 2%، 5%، تازه انگار یه سطل آب یخ روش ریختن. چرا؟ چون که تصورش اینه، مخصوصا مراحل اولیه فنی خیلی مهمه دیگه، اون 5% تبدیل به اون سطل آب یخی که خدمتون عرض کردم میشه. چون ذهنیت فرد اینه که تمام کسانی که غیر فنی هستن و در تیم استارتاپ هستن بلا بلا هستن، یعنی خیلی کاری که میکنن کار مهمی نیست و اصل کار فنیه. اگه آدم متواضعی باشه احتمالا معتقده که 50% کار رو میکنه، 50% کار رو بقیه میکنن. البته اگه آدم با تجربه باشه میدونه 100% سهام شرکت متعلق به ذینفعان بسیاریه، سرمایه گذار اولیه، سرمایه گذاران مراحل رشد یا سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران از جنس جسورانه یا وی سی ها، و همچنین سبد سهام پرسونلی که چند درصدی خواهد بود، کوفاندرهای مؤسسین اولیه و ایده پردازان اولیه، و باید برای همه اینها داخل اینجا باشه. بنابراین هرگز اون ذهنیت 50% رو نخواهد داشت اگر بالغ باشه، و بالغ به مفهوم اینکه تجربه کاری داشته باشه و با سهامداری قبلا سر و کار داشته باشه. اما اگر تجربه اولش از سهامداری باشه، ممکنه شما به این فرد بگید که ما 5% استاک آپشن بر در نظر گرفتیم که عدد زیادیه، و به جای اینکه فرد خوشحال شه ناراحت شه و احساس کنه که نقشش نادیده گرفته شده، و به جای اینکه اثر مثبت بذاره اثر منفی بذاره، چون یا اون 5% رو قبول میکنه ولی ناراحت خواهد بود که من رو کم دیدن پس اثر منفی میذاره، یا چکوچونه میزنه و به توافق میرسید به جای 5% 10% بهش استاک آپشن میدید که خب درصد بیش از حد استانداردی احتمالاً بهش واگذار کردید، یا اینکه این چکوچونه صورت میگیره و مذاکره و به توافق منتهی نمیشه که دیگه شرایط از همه چی بدتر میشه، چون نقشش رو از نظر خودش کم دیدید، مذاکره هم که کرده باز اون مذاکرهش مورد پذیرش قرار نگرفته. و من مواردی رو دیدم که بحث استاک آپشن مطرح نبوده، همه داشتن کارشون رو میکردن، اما تو ارلی استیج تو زمان اولیه به پرسونلی که نقش زیادی برای خودشون قائل بودن استاک آپشن پیشنهاد شده، در حالی که اصلا اون دغدغه رو نداشته شخص، این دغدغه درش ایجاد شده. بعد که به عدد و رقم و درصد رسیده، انقدر حس فرد نسبت به سازمان متفاوت شده که در میان مدت، یعنی در یه فاصله زمانی چند ماهه، منتهی به جدایی فرد شده و نه تنها باعث نشده که جذب شه بلکه اصولا همکاریش با سازمان رو منتفی کرد. بنابراین این واقعا نکته مهمیه، فقط به پرسونلی تو مراحل اولیه اعطا بشه که یه مقدار دو تا چهار تا استاک آپشن رو میدونن، یا حداقل اون دو تا چهار تا کامل اول برشون توضیح داده شه، بعد درصد برای فرد در واقع مشخص بشه. یه بدی دیگه درصد هم اینه که باب مذاکره رو باز میکنه دیگه، چون روش استاندارد نیست، ادهاکه، یعنی کیس مورد به مورد بررسی میشه. مثلا شما بهش میگید 2%، قضیه این میشه که چرا 2.5 نه، بعد 2.5 شما میگید چرا 2.5، چرا 2.25 نه، همینطور این بحثا باز میشه بابش. و خب وقتی خطکش و دو صغور مشخصی هم نداشته باشه، بستنش کار سختی خواهد بود. مذاکره سهام به صورت دلاری یا به صورت تعداد سهم و قیمت هر سهم، وقتی که ارزش گذاری تثبیت شه، عرض کردم خدمتتون چند دور سرمایه‌گذار اومدن سرمایه‌گذاری کردن، کار خیلی راحتی خواهد بود و احتمالاً فرد مقابلتون پذیرش خوبی خواهد داشت. حتی ممکنه تخفیف چندانی هم نسبت به آخرین دور ارزش گذاری نیاز نباشه به فرد بدید. برای پرسنل هم خیلی راحت پذیرشش. چرا؟ چون که متوجه میشن که چه رقم و در واقع عددی دریافت خواهند کرد و اینو میتونن مقایسه کنن با سایر دارایی‌های زندگیشون. قیمت ماشینشون رو میدونن،
میدونن، قیمت خونه رو میدونن، قیمت طلا، پولی که تو بانک دارن، همه اینا رو میدونن. اینو میتونن با اون مقایسه کنن، ببینن که در مجموع دارایی هاشون تو زندگی چطوری باید مدیریت کنن. و اتفاقی هم که میفته اینه که بحث و باب بحث رو اینجا باز میکنه، ولی چون پروسه استاندارد تره بحث رو باز میکنه سر فرمول، به این معنی که معادل چند درصد حقوقم به استاک آپشن دادید، زمان وستینگش چه مدته، میشه به جای 36 ماه 48 ماه باشه که من سهام بیشتری بگیرم، میشه به جای اینکه معادل 30 درصد حقوق ماهیانم سهام بگیرم معادل 40 درصدش بگیرم. بنابراین قضیه مذاکره خیلی راحت تر و با مبنای منطقی تری پیش خواهد رفت.